تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره. با درود به شما بینندگان برنامه مناظره سیاسی، رویا قیاسی هستم و خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستیم. امروز شنبه 15 آپریل سال 2017 میلادی مطابق با 26 فروردین سال 1396 برنامه شماره 124 از سری برنامه مناظره سیاسی رو خدمتتون ارائه میدید. در برنامه قبلی ما راجع به مسائل مختلفی صحبت کردیم، از این جمله مسئله نابرابری زن و مرد بود که در 4 جلسه قبلی راجع به این مسئله صحبت کردیم. در ابتدا پرداختیم به نابرابری هایی که بین زن و مرد وجود داره و اینکه به خصوص به مسئله فمینیسم اسلامی پرداختیم. آیا اسلام و فمینیسم سنخیتی با هم دارن؟ اسلام که اصل اون بر عدم کفایت زن و نادانایی و قدرت زن هست، و اون دلیلش هم گفته خدا و پیامبر خداست، آیا میتونه زنها رو به حقوق حقه خودشون برسونه؟ اسلامی که حوزه فعالیت زنان رو محدود میکنه تا جایی که بزرگترین حیطه مسئولیت زنان در خدمت مردان هست، چه از نظر جنسی، رفاه و آسایش مردان و بزرگ کردن فرزند و تولید مثل. آیا فمینیسم را این اسلام میتونه ترویج بده؟ همخونی با هم دیگه دارن؟ بحثایی بود که در برنامه های قبلی مورد بررسی قرار گرفت و به شکل 2 سال با دوستانی که در این برنامه ما رو یاری میکنن مطرح کنیم. سوال اول رو با آقای علا احمدی آغاز میکنم. آقای احمدی، نظر شما چیست؟ اگر جنبش فمینیسم ایرادی دارد، چه جنبشی را باید در دفاع از حقوق زنان مطرح کنیم و اون رو به قول معروف ترویج کنیم؟ برای این سوال 6 دقیقه در اختیارتون قرار میدم، خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. آقای احمد بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان شرکت کننده در برنامه و بینندگان عزیز این پروژه مناظره. و این سوالی که شما مطرح کردین سوال اول برنامه بود یا سوال دوم برنامه؟ چون من فکر کنم سوال دوم رو آوردیم. بله، ولی از اونجایی که بحث قبلی ما مسئله فمینیسم بود، من ترجیح دادم که به دنبال اون بحث فمینیسم اول به اصطلاح نقاط مشترکی که در فمینیسم وجود داره، اگر ایرادی به اون میبینین اول این مسائل رو مطرح کنیم و بعد بریم به قسمت. آقای علا احمدی. بله، بسیار ممنونم، اجازه بدید من سوال برنامه رو اینجا ببینم تا دوباره از شما نپرسم. اگه جنبش فمینیسم ایراد داره، چه جنبشی را باید در دفاع از حقوق زن حمایت کرد؟ درسته، من فکر میکنم که جواب این سوال رو باید این گونه بدیم که طبیعتا وقتی که ما دنبال دفاع از حقوق زن به عنوان بخشی از جامعه هستیم، من به عنوان کسی که خودم رو چپ و کمونیست میدونم و از موضع طبقاتی به مسائل اجتماعی و سیاسی نگاه میکنم، طبیعتا دفاع از حقوق زنان بخشی از وظیفه و مبارزه جنبش کمونیستی هست.
که برای برابری اجتماعی و در واقع برابری به صورت کلی و جهان شمول در جامعه مبارزه می کنیم. به نظر من خود فمینیزم در واقع حرکتی هست یا میتونیم بگیم جریانی هست که میخواد مبارزات اجتماعی رو و مبارزه بین زن و مرد در جامعه، مبارزات بین طبقات در جامعه رو به مبارزه بین زن و مرد خلاصه کنه و در صدد این است که بتونه زن رو پیروز این مبارزه نشون بده. همونطور که مذهب و سنت های جامعه در واقع در تقابل این حرکت هستند و مذهب و سنت ها خواهان پیروزی مردان به زنان هستند و اینکه سلطه مرد به زن رو بازتولید بکنن، فمینیزم من فکر میکنم که جریان و یا جنبشی هست که میخواد در این تقابل که مبارزات سطح جامعه رو به مبارزه بین زن و مرد تقلیل بده در مورد حقوق زنان، میخواد این مبارزات به نفع زنان تمام بشه و زنان پیروز این مبارزه باشن، در حالی که اگه از این افق باستر و گسترده‌تر نگاه بکنیم، من به عنوان کسی که با جهانبینی ماتریالیستی و کمونیستی دارم برخورد میکنم با مسائل اجتماعی و معضلات اجتماعی و یکی از اون معضلات حقوق نابرابر زنان و ظلمها و انواع و اشکال تبعیضاتی است که به نسبت زنان وجود داره در جامعه. طبیعتا رهایی از این ناعدالتی ها و نابسامانی ها و ناهنجاری هایی که وجود داره نمیتونه خارج از رهایی انسان به صورت کلی از قیود استثمار و شرایط ناعادلانه کار مزدی و نظام سرمایه‌داری باشه. طبیعتاً در این راستا یک انقلاب سوسیالیستی و یک آلترناتیو سوسیالیستی، یک در واقع راه حل رادیکالتر و ریشیتر و عمیق‌تر خواهد بود و تقلیل نابرابری های زن و مرد به فمینیزم به نظر من نمیتونه راه گشا باشه و نمیتونه به صورت ریشی این معضلات زنان در جامعه رو حل بکنه. من تا اینجا فکر میکنم کافی باشه برای جواب این سوال. اگر چیز بیشتری لازم بود در بین بحثای دوستان ادامه خواهم داد. صداتون قطع. ممنون آقای علا احمدی. آقای محسن بم، نظر شما چیست؟ شما این رو چگونه میبینید؟ اگر جنبش فمینیسم ایراد داره، چه جنبشی رو باید در دفاع از حقوق زنان حمایت کرد؟ بله، همونطوری که پیش از برنامه بهتون گفتم، من یک کمی درباره برنامه قبلیشون رو صحبت میکنم، چون من نبودم اونجا ولی صحبتهای شما رو شنیدم. و عمدتاً درباره فمینیسم و اسلام بود برنامه قبلی شما. من به طور خیلی خلاصه باید بگم که اسلام برخلاف ادعاهایی که میکنه و مثلا رفتار محمد رو با بلال حبشی نمونه میاره، اصولا با برابری انسانها در تناقض اسلام، چه برسه به فمینیسم و برابری زن و مرد. شما اگه اسلام رو از اون آغازش نگاه بکنید، ببینید یه آدمی هست به اسم محمد ابن عبدالله که ازش انتقاد نباید بکنی، باید محترمانه درباره‌اش صحبت بکنی. خب پس محمد ابن عبدالله به عنوان یه انسان مستثناست، با ما برابر نیست، چون با خدا تماس تلفنی داره ایشون. میگیم اوکی، یه نفره، حالا ما قبول میکنیم که ایشون رو مستثنا میکنه. میگن نه بابا، تموم نشده که حالا
ما 12 تا هم امام داریم، اونا هم همون جوری هم انتقاد ناپذیرن، از انسان‌های دیگه برتر هستن. میگیم خب باش قبول کرد، میگه تموم نشده، حضرت زهرا هست، حضرت زینب هست، ام کلثوم هست، علی اصغر هست، علی اکبر هست، بعد 124 هزار پیغمبر داریم، اونا هم باز از ما برتر هستن. درباره اونا مثلا ما میدهیم الان تو ایران به خاطر سب نبی یا به خاطر سب نوح آدم های زندانی و میخوان اعدام بکنن. پس اصلا برابری انسان تو اسلام معنی نداره. وزار عملی هم الان میبینیم که ما یه ولی فقیه داریم که اگه ازش انتقاد بکنی تو کارهای دولتی و حکومتی نمیتونی شرکت بکنی. بعد اصلا تو امامای جمعه نمیدونم، هر کسی که اصلا امامه رو سرش الان شما تقریبا نمیتونی، باید باش محترمانه صحبت بکنی و تقریبا غیر قابل انتقاده. بعد میرسیم به آدما، هر کسی که حاجی باشه از دیگران برتر، یک مؤمنه از یک زن دیگه برتر، حالا یا به خاطر اینکه رفته مکه یا به خاطر اینکه دور سرش و چادر و چاقچور و نوار پیچی میکنه، هیچ وقت نمیخنده، یعنی این مؤمنه از اون خانومی که مثلا مانتو میپوشه برتر. پس یعنی اصلا برابری انسانها، برابری مرد با مرد، برابری زن با زن در اسلام کلن وجود نداره به شکلی که اسلام امروز هست. و بنابراین اسلام به شدت با فمینیست در تناقض. در مورد بحث امروز، چون هنوز من وقت دارم، آقای علا احمدی خب به یه نوعی از فمینیسم اشاره کردن، به نوع شاید افراطی و بعضا بیمارگونه فمینیسم اشاره کردن که خواستار تفوق زنان بر مردان هستش و ما روی اون زیاد تمرکز نکردیم تو این بحثا، بلکه ما به اون فمینیسم سالم و زنده و شکوفا تمرکز کردیم که هدفش نه تنها برابری حقوق مرد و زنه، بلکه برابری حقوق همه انسان ها، چه مرد چه زن، چه ناتوان چه توانا چه معلول. فمینیسم سالم و خوب توی این جبهه قرار داره و به همین دلیل من این فمینیسم رو خیلی مثبت میبینم و خیلی هم موفق میبینم. اگه وقت بیشتری داشته باشم میتونم اینا یکم بستش بدم. اگه شما در اروپای غربی زندگی بکنی و صداتون قطع بودش، شما در اروپای غربی زندگی بکنید و به خصوص در کشورهایی مثل سوئد، آلمان، نروژ، فنلاند، دانمارک، متوجه میشین که واقعا چه راه درازی رو فمینیسم طی کرده، چقدر نسبت به گذشته، نسبت به 50 سال قبل، 100 سال قبل اینها پیش رفتن، چقدر هنوز در حال پیشروی هستن. و متوجه میشیم که فمینیسم اروپایی خود سرمشقی شده برای فمینیسم ایرانی، خاورمیانه‌ای، مبارزه زنان در ایران و بقیه دنیا. بنابراین من دیده خیلی مثبتی به فمینیسم به شکل امروزیش دارم و خیلی به اون امیدوار هستم و در صحبت بعدیم میتونم بیشتر براتون توضیح بدم. ممنون از شما. آقای سالگر که جنبش فمینیسم ایراد داره، چه جنبشی رو باید جایگزین اون کرد در دفاع از حقوق زنان و برابری زن و مرد؟ بفرمایید 6 دقیقه وقت در اختیار شماست. بله، خیلی ممنون از محبتتون. با سلام خدمت عزیزانی که تو این برنامه شرکت کردن و دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن. من توی نکته اول بگم که اگه جنبش فمینیسم بنا به ادعای سیروس دنبال برابری انسان هاست، خب چرا اسمش رو نمیذاره هیومانیسم؟ یه سوال دیگه، میگین آقا اینا اون همه اونا که تندرو نیستن، که یه ده هستن، متعادلن، فلانن، میخوام برابری به وجود بیارن.
چرا دیگه چسبیدی به کلمه زن؟ خب اینو جواب بده. من قبول دارم که بحثم کردیم تو برنامه قبلی که جنبش فمینیستی یه جنبش یکسان نیست، گرایش‌های مختلف توش هست، گرایش‌های راست هست، چپ هست، گرایش‌های به قول شما افراطی هست که زن رو برتر میدونه اصلا از مرد و همه اینا هست. خب منطقه مرتب به طور واقعی این جنبش کجا قرار داره؟ من از زاویه من میگم توی راست، تو خط راست جنبش مبارزه برای آزادی زن قرار داره. یعنی جنبش هایی که برای آزادی زن مبارزه میکنن مثل جنبش هایی که برای آزادی کارگرها مبارزه میکنن، هم راستشو داریم هم چپشو داریم. مثلا آقای منصور اوسانلو گرایش راست جنبش کارگری، از کارگر حرف میزنه منطقه میخواد کارگره با سرمایه‌داری صلح کنه، میگه مثلا سرمایه‌داری خود بیشتر پول بده. خب این همین تو جنبش برای آزادی زن هم گرایش مختلف ده. از دید من که چپم میگم گرایش فمینیستی گرایش راست جنبش آزادی زن. اما حالا چرا من تقسیم بندی اینجوری میکنم؟ از کجا آوردم اون صحبتی که الان میگه؟ من اونو تایید میکنم که سوال وقتی ما میگیم ما جنبش رو میخوایم تحلیل کنیم از دو زاویه تحلیل میکنیم. میگیم که این جنبش مسئله رو کجا میبینه، خب دومی که مسئله رو چجوری میخواد حل کنه. دقت میکنی؟ این دوتا معیار رو من به کار میگیرم، میام حالا از جنبش فمینیستی به طور کلی میپرسم اینا فهمیدن مسئله نابرابری زنه؟ من بهشون پوان میدم دیگه، میگم زن نابرابره رابطش با من، پوان میدم که اینا این مسئله رو مطرحش کردن. درسته؟ خوبه، کار خوبی. اونی که من بهش انتقاد میکنم اینه که راه حلش چی میدونم. دقت میکنی؟ اینجاست که نقد من شروع میشه. من میگم آقا من چپم، طرفدار اینم که هویت انسانی پیروز بشه تو جامعه، هویت انسانی مشترک بین انسان‌ها پیروز بشه. راه حلش رو چی میبینم؟ پایان دادن نظام استثمار. یعنی ریشه نابرابری زن و مرد رو نظام طبقاتی میبینم. برابری وقتی میام تحلیل میکنم میگم فمینیسم نمیتونه مسئله زن رو حل کنه، به خاطر اینکه پاسخش کجاست؟ پاسخش اینه که میره چرتکه میندازه ببینه چند تا زن مثلا تو پارلمانه، تعداد زن و مرد براش دردقه است تو قدرت سیاسی، چیز بیشتر از این نیست. یا حقوق زن تو مثلا فلانجا برابر بشه با حقوق مرد، در که نمیتونه برابر بشه. اصلا تو نظام سرمایه‌داری امکان نداره که حقوق انسان ها با هم برابر بشه. اگه نظام سرمایه‌داری بخواد حقوق انسان ها با هم برابر کنه دیگه نظام سرمایه‌داری نیست. نظام سرمایه‌داری بر اساس نابرابری استواره. باید نابرابر بشی تا از اختلاف نابرابری حاج آقا سودش رو بره پولش رو بذاره تو جیبش. این نظام سرمایه‌داری. پس اگه من دارم میگم جنبش فمینیستی ناتوان تو حل مسئله زن، علتش اینه که پاسخی که به مسئله زن میده پاسخ گنگ و گیجه. خب حالا پس من دنبال چه جنبشی برای آزادی زن هستم؟ جنبشی که برابری زن و مرد رو از زاویه حل معضل نابرابری برخورد کنه بهش، بگی آقا آدرس بده، بگی آقا معضل نابرابری. سیروس هم مطرح کرد، اتفاقا سیروس هم میگه دغدغش اینه که میگه اسلام دنبال برابری نیست. من میگم مگه سرمایه‌داری دنبال برابریه؟ شما طرفدار سرمایه‌داری هستی دیگه. خب سرمایه‌داری اساسا نمیتونه با برابری انسان ها همجوش بشه، لذا طرفدار جنبش آزادی زن و برابری زن و مرد بودن از زاویه من کمونیست کارگری و چپ اینه که اساس نظام نابرابر به هم بریزه و پایین کشیده بشه و نهاد و سازمان و جامعه‌ای ساخته بشه که نه فقط نابرابری زن و مرد، نابرابری سایر نابرابری ها از بین بره. من طرفدار اون جنبشم. حالا اسمش چیه اون جنبش؟
جنبش برای پایان نظام سرمایه‌داریه و جنبش برای برگردوندن هویت انسان به انسان، که یکی از اونها دغدغش اینه که زن و مردم با هم برابر بشن، آدم مسنم با آدم جوان برابر بشه، جوانها هم حقوق برابر داشته باشن با بقیه، کودکان هم حقوق انسانی داشته باشن، حتی طبیعت و حیوانات هم حقوق شهروندی داشته باشن. این در واقع نحوه نگاه رادیکالتر، عمیق‌تر، علمی‌تره به مفهوم نابرابری و از زاویه مفهوم نابرابری به مسئله نابرابری زن و مرد نگاه کردم. من این جنبش رو حمایت میکنم. جنبشیه که نمیتونه سوسیالیستی نباشه، جنبشیه که نمیتونه چپ نباشه، جنبشیه که نمیتونه نظم سرمایه‌داری رو زیر سوال نبره. از این زاویه هستش که من به مسئله نابرابری زن و مرد نگاه میکنم و مدعی هستم که گرایش فمینیستی که به حق شمه راست آقای سیروس در واقع اونا رو نزدیک خودش میبینه، این گرایشه گرایشه راستن، چون به مسئله طبقاتی، چون به طبقاتی بودن جامعه، چون به نظام سرمایه‌داری گمان ریشه نابرابری نگاه نمی کنه. و لذا آقای سیروس به عنوان یه آدمی که خط راست سیاسی داره ذاتن میره با این سی کنارشون. خوب دقت کنید، ذاتن یعنی اونی که من میخواستم بگم آقای سیروس در عمل اونجا داره نشون میده دیگه، میگه آقا من راستم، اینم فمینیزمم، من دوست دارم. خب این همون حرفی که من میزنم، من میگم من چپم و فمینیزم ناکارا و راسته. و یکی از سنداش اینه که آقا سیروس هم میشه دیگه. خیلی ممنون. ممنون از شما سعید گرامی. قبل از این که بریم به سوال دوم برنامه، اینجا من یک سوال از شما دارم سعید گرامی. از اونجایی که شما به این مسئله رو مطرح میکنین که خب ما به مسئله نابرابری بین انسان ها بپردازیم، چرا اون رو جدا کنیم که زن مرد، و چون اگر بخوایم به این شکل بریم جلو همون تقسیماتی که شما الان مطرح کردید مطرح میشه، یعنی باید دونه دونه به این حقوق بپردازیم. سوال من اینجاست که خب بیشتر خوردیم سوله مدفعی که برابری بین انسان ها، ولی این که همون تفاوت، این تفاوت ها بین به اصطلاح اون زن و مرد وجود داره، از نظر جسمی، از نظر فعالیت های قدرت بدنی در رابطه با فعالیت هایی که انجام میشه، اینها رو چگونه میتونن زنها به عنوان حق حقوق خودشون، یعنی اگر به این شکل نگاه بکنیم که مثلا دوران بارداری، اولا باردار شدن بیماری نیست ولی به هر حال محدودیت هایی برای زن باردار ایجاد می‌کنه. نظام میکنیم به من زن و مرد رو، زن در دورانی که باردار هست رو چه کسی باید روی این مسائل تکیه کنه؟ آیا این زنها نیستن که به طور اخص خودشون بهتر از کسان دیگه میدونن که مشکل کجاست، چون روزانه با اون درگیر هستن، و این زنان نیستن که باید برای خواسته خودشون مستقیما فعالیت بکنن، همونجور که به اصطلاح کسان دیگه حامیان حیوانات تو اون زمینه فعالیت میکنن؟ بفرمایید. بله، من صحبتی که شما کردین البته یه خورده تکنیکی قطع و وصل میشد، ولی من سعی میکنم که بفهمم چی گفتید، اگر که ایراد داشت به من تذکر بدید. این تناقضش آیا تناقض داره با اینکه ما حمایت کنیم از اینکه خانم ها، زن ها مبارزه کنن برای حقوقشون و بیان توی نهادهای اجتماعی و بگن آقا خواستای ما چیه؟ نه، به نظر من هیچ تناقض نداره. همینطوری که نماینده جوان های محله، نماینده نمیدونم آدم های مسن محله حق دارن و وظیفه دارن بیان بگن که آقا این مشکلات مشخص ما چیه، کارگره بیاد بگه مشکلات مشخص من چیه. بالاخره هر اون بخش جامعه که بیشتر اون مشکلات حس میکنه هم حق داره هم وظیفه داره بیاد مسائلش رو تو وسط جامعه بذاره و خانه حل اونا بشه.
این راه درسته. یعنی جنبش های مطالباتی رو من محدود نمی کنم، من میگم جنبش های مطالباتی راه حلشون چیه. دقت میکنی؟ این فرق مسئله است. اگر نه خیلی خوبه زنا بیان بگن آقا ما مشکلات معینی داریم که باید حل بشه. سوال در واقع اگه دقت کنید تو دو لایه نگاه کردن به جنبشیه. یکی این که اون جنبشه مسئله رو کجا میبینه، یکی این که اون جنبشه راه حل رو چی میبینه. خوب دقت کنید، وقتی این دوتا رو بغل هم بذارین میبینید جنبش فمینیستی نفوذ است. خب نه به معنی اینه که زنها مطالبات معین ندارن، من زنها مطالبات معین دارن، هر آدمی یه جای زندگی میکنه یه جور زندگی میکنه مطالبات معین داره. تو جنگل آمازون آدم ها زندگی میکنن که من نمیتونم دردشون رو بفهمم، که اونی که تو جنگل آمازون ها باید بیاد بگه. درسته؟ و این به معنی این نیست که من اونو نفی میکنم بیاد بگه. من معنی اینه که من میگم آقا راه حل این آقای جنگل آمازونیه یا اون خانومی که مشکلات و موزلاتی داره یا اونی که تو بلوچستان زندگی میکنه چگونه قراره حل بشه. اون چگونه حل شدنشی که دعوای اصلیه. اگر نه خب خوشحالم، بالاخره خیلی از راستان فهمیدن بالاخره یه چیزی داریم اسمش هویت انسانیه، انسانگراییه، باز بسیار عالیه. یا بعضی از راستا فهمیدن که مثلا اسلام ضد برابریه، هرچند که راجع به بقیه مذاهب حرف نمیزنن، هرچند که یادشون نمیاد پهلوی طرفدار مذهب اسلام شیعه بوده، اصلا یادشون رفته، منتها همینطوری تبلیغ میکنن پهلوی. بر صورت تناقضای خودشونه. منتهای مرتبه من میخوام برگردم به این و فکر میکنم راه حل درستیه. پس زنها باید بتونن حقوقشون رو مطرح کنن. راه حلش سواله. راه حل اینه که تو سطح جامعه تمام آدمهایی که مطالبه دارن حق بیان، حق سازماندهی داشته باشن و این حقوق بیاد مثل رودخونه هایی به پیونده به نهادی سیاسی تو جامعه، که این نهاد سیاسی هدفش چی باشه؟ پایان نابرابری ها باشه. و نکته بعدی هم راجع به مسائل مشخص زن گفتین. خب این مسائل الان مثلا دیگه زن ها که باید برن استراحت کنن برای دوره حاملگی به شوهر یا پارتنرشون هم باید مرخصی بدن. دقت میکنه؟ یعنی دیگه در واقع حتی معضلات مشخص زن، معضل زن تنها نیست، معضل مردش هم هست. مرده میگه آقا من مرخصی حاملگی میخوام. چرا؟ به خاطر اینکه میگه زنم حامله است، باید برسم برش. اینا هم حق داره. یعنی به حکومت و نظام سیاسی باید به پارتنر و به زن به عنوان یک بخشی از خانواده نگاه کنه، بخشی از محیط زندگی نگاه کنه، که اون آدم های دورورش هم باید حمایتش کنن. نه اینکه فقط زنه بتونه بشینه خونه، مردن بتونه بشینه خونه کمک زن بشه. اینا اون چیزایی که برا میره. جنبش فمینیستی خطابش هی بزنه دیگه، هی اگه نبود که پرچم زن به کار بود. مثل اینکه ما بیام میگیم جنبش کردیستی مثلا، من چون میخوام مسئله کرد حل بشه هی به چرخونم پرچم کرد. خب این که حل نمیکنه مسئله، این تو هی تثبیتش میکنی، هی جداسازی بین کرد و بقیه ها رو تبدیل میکنی. ببخشید. ممنون از شما، توضیحاتتون کامل و جامع بود. میپردازیم به سوال دوم برنامه. آقای علا احمدی، شما لطف کنید نظرتون رو در رابطه با ما در میون بگذارین، که این صحبت مطرح میشه که انقلاب بعدی ایران انقلاب انگلیسیزانه. چجور میبینید انقلاب بعدی؟ آیا واقعا هم زمان است انقلاب بعدی ایران؟ بفرمایید. مرسی. بله، من شنیدم حرف شما رو. در برای این سوال من نظرم این هست که اصلا من میخوام اصلا تعریف انقلاب رو اگه بخواییم بررسی بکنیم، طبعا چون برحال من خودم رو متعلق به یک جنبش مشخص میدونم و فکر میکنم که
بررسی و تحلیل و دیدن مسائل اجتماعی و مسائل انسانی با در واقع عینک و با ابزاری به نام سوسیالیسم و در واقع جهان بینی مارکسیستی و کمونیستی این گونه میبینم من موضوع رو که انقلاب و انقلاب اجتماعی در واقع یک پروسه فراگیر هست که در اون مناسبات اقتصادی، مناسبات فرهنگی، مناسبات در واقع حتی اجتماعی و ایدئولوژیکی جامعه دستخوش تغییرات بنیادی میشه و در واقع یک پروسه ریشه‌ای و رادیکال هست که ورای جنسیت یا ورای نژاد یا ورای این گونه تعاریف و محدودیت ها هست. وقتی که از انقلاب صحبت میکنیم طبیعتاً و انقلابی که آزادگر، انقلابی که انسان محور و در واقع آورنده برابری و یکسانی و فرصتهای برابر و امکان برابر برای رشد و پیشرفت همه انسانها و برخورداری یکسانشون از منابع موجود مادی و معنوی جامعه هست، طبیعتاً این انقلاب و این دگرگونی چیزی ورای جنسیت یا نژاد یا مذهب یا قومیت یا ملیت خاصی است. انقلاب رو ما یک پروسه تغییر کیفی و یک جهش کیفی میبینیم که جامعه و نیروهای تولیدی جامعه در واقع برای اینکه بتونن به آزادی و برابری و حقوق یکسانی برسند و نابرابری و استثمار رو از سر خودشون و از سر جامعه بردارن میان و قدرت سیاسی رو از طبقه استثمارگر میگیرن. و در این پروسه به صورت مختصر اگه بخوام بگم، روابط اقتصادی و شیوه تولید و روابط همینطور روابط فرهنگی و اجتماعی به صورت عمده تغییر میکنه و به صورتی در میاد که در اون باز تولید نابرابری، حالا چه نابرابری طبقاتی باشه، چه نابرابری جنسیتی باشه، چه نابرابری ملیتی و قومیتی باشه و انواع اشکال تبعیضات رو پایان میده. طبیعتاً این انقلاب و این دیدگاهی که من به عنوان یک کمونیست به انقلاب دارم نمیتونه با یک انقلاب مثلا به عنوان نمونه که شما گفتین تعریفی به نام انقلاب زنانه به خودش بگیره. درسته که زنان در جامعه هستن، درسته که زنان در جامعه ستم مضاعف برشون هست و به صورت مضاعف استثمار میشن و در جامعه شرقی و عقب مانده ما در خاورمیانه که علاوه بر حاکمیت نظام های سرمایه سالار، حاکمیت مذهبی و سنت ها و فرهنگ های مرسالار و عقب مانده به صورت عمیق وجود داره. با این شرایط درسته که زنان این ستم مضاعف رو دارن و نیمی از جامعه هستند، اما اینی که بگیم انقلاب رو و دگرگونی رو زنان انجام میدن و چون زنان ستم مضاعف بر اونها هست و نیمه جامعه هستن پس حتما باید اونها انقلاب رو انجام بدن و هر تغییر و تحولی که وجود بیاد باید زنان اونو انجام بدن، من این رو اشتباه میبینم و این یک فرض درست نیست به نظر من. اما من معتقدم که در انقلاب آینده ایران زنان به عنوان قشری از جامعه و به عنوان بخشی از جامعه که ستم مضاعف بر اونا هست در ایرانی که تحت ستم جمهوری اسلامی و حاکمیت اسلامی هست باید نقش به سزایی داشته باشن و باید نقش اساسی داشته باشن در کنار مردان و آزادی خواهان و برابری طلبانی که برای آزادی و یکسانی جامعه مبارزه میکنن.
من معتقدم که زنان باید نقش چشمگیری داشته باشند در انقلاب و تغییر آینده ایران. اما اینی که این انقلاب و این تغییر زنانه باشه و نام انقلاب زنانه بر اون بگذاریم رو درست نمی بینم. مرسی. ممنون از شما آقای علا احمدی. آقای سعید صالحی‌نیا، نظر شما چیست؟ شما انقلاب بعدی ایران رو انقلابی زنانه می بینید؟ بفرمایید، وقت در اختیار شما 6 دقیقه. من فقط نکته‌ای که میخوام بگم این که اول بگم این صاحب این مفهوم انقلاب زنانه کی بوده، این چون بالاخره مهمه تو ادبیات ایران، ادبیات ایران. ببخشید شما فقط یک نوبت به من وقت دادید، الان سومین نوبتی که با آقای صالحی‌نیا وقت دادید، من یک بار صحبت کردم. آقای محسن شما وقتتون برای سوال دوم مطرح به سر و کنار گذاشته شده، من سوال کردم. مثلا این سوالی هم اینا از سعید صالحی ها داشتم، این اگر از شما سوالی داشته باشم جدا از وقتی که بله شما الان وقتتون برای دوره بعد رزرو هست. بله میفرمایید آقای. من می‌خواستم شروع کنم که این مفهوم انقلاب زنانه تو ادبیات سیاسی ایران توسط منصور حکمت مطرح شده، در واقع کسی که نظریه کمونیسم کارگری رو تو چپ ایران پایه گذاشت، فردی بود به نام منصور حکمت و ایشون توی بحثی که داشت، یکی از بحثش این بود که انقلاب ایران انقلاب زنانه هست، انقلاب بعدی ایران، و من توی مقاله به طور مستقل اینو نقد کردم و توضیح دادم که این حرف بی‌پایه‌ایه. و حالا چرا من روی این تکیه کردم که این سوال مطرح بشه و بحث بشه سرش، اینه که بالاخره اون جنبش فمینیستی که تو ایران هست و به صورت پاسخ به نارضایتی های مردم در مورد ظلم به زن، یکیش هم اینه که بگن حالا زنا به اصطلاح پچندار انقلاب باشن. انقلاب ها همیشه همینطورن دیگه، یه قسمتی از روانشناسی انقلاب ها روانشناسی نفی اون چیه که بوده و گاهن ضد اونی که بوده. مثلا فرض بکن خمینیست از در مقابل اون غربیگری که پهلوی، غربیگری سطحی که پهلوی تو دهه آخر حکومتش سازمان میداد، از لج اون آخوندیزم در اومد. یعنی یه مقداری روانشناسی مردم روانشناسی لجبازی بود. الان هم برای در برخورد به جمهوری اسلامی که نظام مذهبی ضد زنه، یه دل دارن روی روانشناسی مردم پایه میذارن، میگن حالا که اون ضد زنه، ما از این وری هی میگیم انقلاب زنانه که پوان بگیریم از زنان، دقت میکنی ارتش جمع کنیم از زنان. به نظر من این یه درک پوپولیستی سطحیه و ندیدن مسئله زنه. در واقع مسئله زن که مسئله زن بودنش نی، مسئله هویت انسانیشه که تو جامعه سرمایه‌داری زیر سوال رفته و مذهبی که حاکم شده تو جامعه ایران اونو باسولید کرده و تشدیدش کرده. در نتیجه من میخوام رو این تکیه کنم که در مقابل این که آیا انقلاب ایران انقلاب زنانه است، هر کسی بالاخره توی انقلاب آینده ایران اهداف خودشو پیدا میکنه، دنبال میکنه. مثلا حتی شازده پهلوی هم دنبال تاج خودشه دیگه، دقت میکنه. هر کسی میاد ماهیت انقلاب و تحول انقلابی رو روی اون اهدافی که خودش میخواد تعیین میکنه. من با مال چپ و کمونیست اما ماهیت انقلاب رو سوسیالیسم میدونم و اون ماهیتی که دنبالشم اینه، میگم من توی انقلاب آینده ایران پایان سرمایه‌داری رو میخوام. پیشنهادم به جامعه ایران برای هدف بندی انقلاب ایران اینه. وقت اون چارچوب پایان سرمایه‌داری، نفی هر گونه نابرابری رو میخوام،
که یکیش هم نابرابری نسبت به زن و مرد. حالا تفاوت این نگاه با اون نگاه چیه؟ مردم رو دچار توهم نکردن. مردم نباید دوباره دچار توهم بشن در مورد اهداف انقلاب بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. اکثریت راست ایران تحول انقلابی رو اولا اسمشو انقلاب نمیذارن، خیلی هم متنفرن از کلمه انقلاب، چون مردم مشارکت میکنن و راست میترسه از مشارکت مردم. در اینجا نه اصلا میگن کلمه انقلاب رو نبر، ما قش میکنیم. اونی هم که میگه انقلاب، اونی که میگه تحول و قبول داره، اون میگه که این انقلاب میخواد آخوندا رو ببره، انقلاب ضد آخوندی تعریف میکنه. اون که دنبال اینه که زن بیاد مسئلهش حل بشه، میگه انقلاب چیه؟ انقلاب زنانه است. اونی که مثلا مسئلهش مسئله کودکه، میگه انقلاب میکنیم که کودک ها مسئلهشون حل بشه. من میگم، من میام به جامعه آدرس درست میدم، میگم ما انقلاب باید بکنیم، کل نظام سرمایه‌داری پایان پیدا کنه، کل نابرابری انسان ها پایان پیدا کنه، ریشه های نابرابری پایان پیدا کنه، نه فقط جمهوری اسلامی بره، نه فقط آخوندا برن که ورژن محدودتر راستا است. راستا حتی نمیگن جمهوری اسلامی بره، میگه آخوندا برن. توجه میکنید؟ در اینجا من میخوام بگم بنابراین به نظر من این ادامه درک فمینیستی که به صلاح وارد ادبیات سیاسی ایران شده، یه قسمتش هم اینجوری خودشون نشون میده که انقلاب رو با مفهوم زن پیوندش بدن. انقلاب ایران انقلابی که باید بره دنبال برابری زن و مرد، انقلاب ایران انقلابی که حتما باید بره دنبال مذهب و جامعه رو سکولار کنه و آزادی اعتقاد رو، اعتقاد و عقیده رو حمایت کنه و آزادی بیانو، و حکومتی که میسازه حکومت سکولار باشه، اینا باید حتما تحول پیدا کنه. منتها اساس اون تحولی که ما دنبالشیم به عنوان کمونیست، پایان دادن همه گونه نابرابریه، پایان دادن همه گونه استثمار انسان از انسانه. و اگه میگیم انقلاب، باید همه اون پکیج رو بذاریم جلو جامعه، که اون پکیج اسمش چیه؟ سوسیالیسم. خیلی ممنون. ممنون از شنیدن صدای دوستان شرکت کننده. مثل اینکه امروز اینترنت این مقدار مشکل داره، ولی به هر حال صحبتاتون رو کامل شنیدم. میریم به آقای سیروس محسن بند. نظر شما در رابطه با مسئله، با سوال دوم برنامه چیه؟ انقلاب بعدی ایران انقلابی است زنانه یا خیر؟ بفرمایید، وقت در اختیار شماست. به طور خلاصه میگم بله، ولی بعدا توضیح میدم بهتون بیشتر. من باید برگردم به صحبت‌های پیشین آقای علاءحمدی و آقای صالحی‌نیا، چون که حرفای اینا رو در واقع ما باید به تیکه‌های یک دقیقه‌ای تقسیم میکردیم و در هر موردش نظر خودمو میگفتم، ولی الان کلا تا اونجا که یادم میاد میگم. پیش از اینکه برنامه شروع بشه، من فکر میکردم که آقای سعید صالحی‌نیا و آقای علاءحمدی همچین چیزی رو بگن که ما باید نظم موجود جهانی رو منفجر بکنیم و بشینیم از اول یک قانون خیلی خیلی خوب و کامل و مکمل بنویسیم که همه ناعدالتی ها و مظالم رو رفع میکنه و خلاصه به بهشت برین میرسیم. و آقای صالحی‌نیا یه دو سه بار لااقل اینو تکرار کردن، در صورتی که من فکر نمی کنم، میخواستم خودم اینو بگم، ولی ایشون خودشون گفتن. ایشون معتقدن که ما باید نظم رو داغونش بکنیم، از اول شروع کنیم و یه نظم کاملی رو ایجاد بکنیم. این خودش کلی بحث داره. ببینید، من آقای صالحی‌نیا و آقای احمدی رو جزء چپگراهای صادق
جدی و انقلابی میذارن. یعنی هر کارشون رو آقای محسن لطف کنین در مورد صحبت‌های دوستان به عنوان صحبت‌های اونها رو مورد اگر نقدی دارین به صورت نقد صحبت‌هاشون، نه اینکه به کل آقای فلانی رو شما اینجور می‌بینید یا آقای فلانی رو اونجور می‌بینید. این لفظا رو سعی کنیم توی برنامه نداشته باشیم. صحبت‌های دوستان رو شنیدین و اول وقتی که من به شما میدم در رابطه با اینکه نظر خودتون رو در رابطه با سوال کنکرد برنامه مطرح کنید، بعد سوالاتی که شما در یا مطالبی که در جواب دوستان دیگر میخواییم بدین اون جدا از وقتیه که من به شما میدم برای اینکه مطلبتون رو بیان کنین، چون اون موقع وقت برای بیان مطلب خودتون کم میارین اگر بخواییم تیکه تیکه حرفای دیگران رو مورد انتقاد قرار بدین. اگر سوال مشخص دارین میتونین مطرح بکنین و لطف کنین به اصطلاح فرد رو به این شکل مطرح نکنین که من ایشون رو اینجور میبینم، اون چه که گفتم رو مورد نقد انتقاد قرار بدیم. ممنون میشم بفرمید. بله، آنچه که این دو نفر میگویند این است که ما باید نظم موجود رو، نظم جهانی موجود رو منفجر بکنیم و یه نظم کامل از اول بنویسیم، اونم در قرن 21، در قرن ایته، در قرن مراودات، در قرنی که خوراک ما از اون طرف دنیا میاد، برق قاره ها به همدیگه وصله، همه چی انسان ها به همدیگه مرتبطه، کوچکترین اختلالی میتونه تمام زندگی تمام انسان ها رو در دنیا به هم بریزه. این دو تن ادعا میکنن که ما باید انقلاب بکنیم که نه تنها نابرابری زن و مرد رو از بین ببریم، بلکه اصلا برابری کامل بین انسان ها رو ایجاد بکنیم. من نظرم این نیست. من معتقدم که تا اونجا که ممکنه باید از انقلاب احتراز بکنیم، مگر جایی که ناچار باشه و روی آن چیزی که موجود هست بسازیم. من معتقدم که برابری حقوق زن و مرد در طی یک روند تکاملی به دست میاد و نه از طریق انقلاب، از طریق کار مداوم، تلاش مداوم، مبارزه مداوم، تغییر قوانین، تفکر، همه این کارها پررنج و پرزمان خواهد بود و ما باید سعی کنیم به پیش بره. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که یک گام به پیش ببریم. در مورد حقوق زن و مرد هم نظر من این هستش و به همین دلیل نظر مثبتی درباره فمینیسم دارم. اگرچه احزاب فمینیستی نقش زیادی در پارلمان ها و در سیاست ندارند، ولی احزاب متعارف اروپایی لااقل نظرات فمینیستی رو تا اندازه بسیار زیادی کسب کردند و ادعا میکنن خیلی هاشون که ما فمینیست هستیم خودمون. از جمله مرام های دیگری که داریم، مرام اون فمینیسمه و سعی میکنن که نشون بدن که حقوق زنان رو میخوان بهتر بکنن. بنابراین من با فمینیسم به شکل امروزی در اروپای غربی خیلی موافقم، خیلی بهش خوشبینم و در مورد انقلاب بعدی ایران من فکر میکنم این ادعا که یک انقلاب زنانه خواهد بود تا اندازه ای درسته، چرا که این انقلاب از آغاز هم انقلاب زنانه بوده، بیشترش انقلاب زنانه بوده. خانوم ها از جمله با عقب کشیدن روسری هاشون یک سانتیمتر در هر 5 سال حالا کار رو به جایی رسوندن که حجاب تقریبا پایه‌هاش دیگه فرو ریخته در جمهوری اسلام. نقش خیلی بزرگی داشتن زنان با روش‌های مسالمت‌آمیز عمدتاً به لرزه در آوردن احکام و قوانین جمهوری اسلامی رو و من فکر می‌کنم که عمدتاً تغییرات همین جوری ایجاد میشه. مبارزه زمان، ولی جمهوری اسلامی به جایی رسیده که درش انقلاب ضروری شده و زنان از اونجایی که انرژی زیادی دارن به خاطر اینکه سالیان سال تحت ستم بودن، قطعا نقش بزرگتری از مردان
ایفا خواهند کرد در انقلاب بعدی، ولی مردان 100% بدون نقش نخواهند بود و نقش بزرگی خواهند داشت. و پس از انقلاب هم من فکر میکنم که ما یک انفجار این نیروهای سرکوب شده زنان رو خواهیم دید، رشد و پیشرفت اونا و کمک اونا رو به پیشرفت جامعه ایرانی و خاورمیانه و احتمالا جامعه جهانی خواهیم دید، ولی مردان هم 100% بدون نقش نخواهند بود. ممنون از شما آقای محسن بنده. سوالی از شما دارم ولی لطف کنید خیلی کوتاه جواب بدین، چون با مشکلی که اینترنت هست وقت ما هم داره به پایان میرسه، مشکل ایجاد نشه در بسیار کل برنامه. شما مطرح کردید که اعتقاد دارین که زنان نقش بسیار مهمی داشتند و مسئله روسری رو مطرح کردین که با فعالیت زنان و کشیدن بسیار عقب این روسری در واقع در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. فکر نمی کنید که کشیدن مثلا روسری قدری به عقبتر فقط مخصوص تهران و یا شهرهای بزرگه؟ خب چاره چیه؟ همه جوامع اینطوری هستن، بخشی از جوامع پیشرفته ترن. حول و ناچه ها و بردن تفاوتی در همه صحبت های شما شنیده نشد، نیمه اولش شنیده شد، نیمه دومش شنیده نشد که در روی تهران بود. بله تهران و شهرهای بزرگ خب پیش رو تر هستن به خاطر اینکه شرایط اقتصادی، آموزشی و تمدنی بهتری برای در اونجا فراهم بوده و در همه جوامع اینطوری که یک نواخت نیستن جوامع. و امید ما هم همینه که از طریق انقلاب در مورد ایران، نه انقلاب جهانی، انقلاب در ایران بتونیم تساوی مساوات رو در ایران گسترش بدیم، نه که مساوات مطلق ایجاد بکنیم. قسمت های محروم رو هم از نظر اقتصادی، از نظر آموزشی، از نظر آگاهی به حقوقشون سهیم بکنیم. اصولا تکامل تدریجی هست و این چیزی هست که مارکس به ما آموخت. آقای محسن بند، فکر کنم سوال من رو درست متوجه نشدین. در رابطه با اینکه در جهان و یا همه چیز نسبی، اصلا صحبت من این نیست. شما این رو به عنوان یکی از نشانه‌های فعال بودن و پیشرفت زنان در جامعه ایران مطرح کردید که مقابله‌ای که با جمهوری اسلامی میکنن، نه اینکه بخوام اینو نفی کنم، ولی از این به مرحله بعدی بریم که این کشیدن روسری عقب نشان دهنده اینه که زنان در ایران چقدر فعالیتشون پیشرفت کرده و آگاه شدن و دارن عمل میکنن. سوال من این بود که این فقط کشیدن روسری عقب فقط مخصوص شهرهای بزرگ، مخصوص تهران و یا شهرهای بزرگ ایرانه؟ حقوق زنان، کما اینکه همون زنی که روسریشو عقب کشیده، حقوقش زمانی که پاش به دادگاه برسه، زمانی که پاش در مقابل به اصطلاح قانون بایسته و بخواد از حقوقش دفاع بکنه، هیچ حقی نداره. یعنی سوال من اینه که شما این مسئله رو که در تهران مطرح هست رو بستش میدین به تمام ایران و شامل روساها هم این رو میدونین، در صورتی که کاملا از هم جدا هستن، این رو چگونه میدین؟ در روساها کسی روسریش عقب نمیکشه و نابرابری به همون شیوه خودش و به همون حدت خودش میداره. نظرتون چیست؟ بله من مسئله روسری رو به عنوان یک نمونه ساده مطرح کردم. مهمترین مسئله اینه که به خاطر تلاش زنان ایرانی، آگاهی و توقع زنان، دانش زنان در بخش‌های بزرگی از جامعه ما به شدت بالا رفته و البته میدونیم که جمهوری اسلامی در بخش‌های بزرگی فقر، نادانی، بیسوادی و جهل و خرافه رو انتشار میده. اینو ما میدونیم، اصلا این یکی ابزارهای جمهوری اسلامیه.
ولی من امیدوارم که آن بخشی که علارغم تمام سختی ها و محدودیت ها تونسته خودشو با دنیای امروز همگام کنه، به حقوق و دانش امروزی مطلع بشه، اطلاع پیدا بکنه، بتونه این جامعه رو دگرگون بکنه. و به همین دلیل که قوانین جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیستند یا خواست اصلاح در جمهوری اسلامی نیست، آن بخش از جامعه بتونن این نظام رو بر بیاندازن و قانون رو از نو بنویسن. مسئله اینه که این آگاهی که قوانین ما باید از نو نوشته بشه در بین بخش قابل توجهی از زنان ایرانی موجود است و من اینو پیشرفت میگم و امیدوارم که وضع عوض بشه. ممنون از شما آقای محسن بر. از نظر زمانی به پایان برنامه رسیدیم. اگر دوستان نکاتی دارن مطرح کنن، آقای علا احمدی بفرمایید، وقت در اختیار شما. بسیار ممنون. من فقط مختصر و کوتاه یه توضیح میخوام در باره یک بخش از صحبت‌های دوست نازنین و نواسی روز بگم. اینی که ایشون میگن ما کمونیست‌ها معتقدیم که باید نظم دیگه جایگزین نظم فعلی بشه در شرایطی که همه مسائل زندگی در تمام قاره‌ها و در کل جهان به هم وابسته است و یعنی اینا شرایطی است که مثلا اگه ما بخوایم توی ایران قوانین رو به نوعی عوض کنیم که با منافع مثلا حکومت های دیگه و جاهای دیگه تناقض داشته باشه یا مغایر منافع اونا باشه، مشکل هست در این شرایط دست بردن به این امر مهم. من میخوام اینو بگم که درسته در حال حاضر سرمایه جهانی شده و سال هست که سرمایه‌داری جهانی شده و همه چی به هم وابسته است، اما شما نگاه بکنید در اروپایی که سالها و چند قرن از کشورهای ما جلو هست و درجا آزادی های فردی و اجتماعی بیشتری به نسبت مثلا جامعه مثل ایران وجود داره، با این شرایط هم در اروپا بعضا میبینیم که سرمایه‌داری بحران داره، سرمایه‌داری انسانها رو استثمار میکنه، انحصارات دارن روز روز بیشتر و بیشتر از سرمایه های اجتماعی رو میبلن و در واقع جامعه قطبی شده، دو قطبی شده و نایکسانی مشهود هست. خب این هیچ از در واقع خاصا و مطالبات ما به عنوان کمونیست ها کم نمی کنه. در حالی که الان در اروپا درست وضعیت انسان ها کمی بهتر هست، اما بعض هم به دلیل بحران هایی که سرمایه داره و سرمایه داری باش مواجه هست، میبینیم که سرمایه داری در اروپا میاد و در خاورمیانه انواع و اقسام جنگ ها رو در واقع گسترش میده و خودش به نوعی با گروه های تندرو تروریست اسلامی در مقاطعی همکاری میکنه، اونها رو در واقع به نوعی بازتولید میکنه و دوباره میاد با ظاهر سازی ها و با سیاست و با تبلیغات و میدیایی که دستش هست خودش رو مخالف اونا نشون میده و مقابل اونها قرار میگیره و جنگ و نابسامانی. و الان ما در عراق و سوریه و در کل این منطقه میبینیم که چه اوضاع اسفباری وجود داره و اینها دارن مثل بازی شطرنج با قیام مردمی که مثلا در سوریه بود یا در عراق قیامی که قرار بود به پا بشه و صدام رو ساقط کردن و دارن با سرنوشت انسان ها بازی میکنن. اینها ناشی از اون نظام جهانی سرمایه داری است که در اروپا و آمریکا و آسیا و آفریقا وجود داره و اینها هستن که بازیگردان همه این جنگ ها و قحطی ها و نابسامانی ها هستن و این از موضع ما و این از مطالبات ما به عنوان کمونیست ها برای نظمی جدید و نظمی که در اون استثمار و نابرابری و تحمیق انسان ها بازتولید نشه چیزی کم نمی کنه. ممنون. ممنون از شما آقای علا احمدی. دوستان دیگه اگر نکته‌ای دارن که بخوان مطرح کنن، آقای سعید سالینیا بفرمایید. بله، منم در واقع تو جنبندی خودم، چون فکر می‌کنم این بخش جنبندی آخر برنامه هست،
فقط یه دو تا نکته بگم در مورد خب برداشتی که دوست ما سیروس داره. منم فکر میکنم مثل هر آدم عاقلی که همه دنیا به طور ناگهانی قراره که انقلاب بشه، اصلا این چیزی امکان نداره. انقلاب ها مثل بقیه چیزهایی که تو طبیعت اتفاق میفتن تو جاهایی بیشتر اتفاق میفتن که مسئله تحول اجتماعی امکان ناپذیر میشه به راه دیگه، به شیوه دیگه. همینطوره که ایشون حتی خودش تایید کرد که بالاخره تو ایران باید انقلاب بشه. در واقع پس این ما با هم دیگه توافق داریم، ایشون به عنوان یه راست قبول کرد که در ایران انقلاب لازمه. جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه اگه بپذیره تحول تدریجی و کیفی جامعه رو، خب مردم اونو دنبال میکنن. جمهوری اسلامی نمیپذیره که ما میگیم انقلاب، اگه بپذیره ما هم تو بازی شرکت میکنیم. بپذیره آزادی، بپذیره رقابت، بپذیره بذاره ما کمونیست هم تحضب داشته بشیم تو جامعه، تبلیغ اونو بکنیم. بعد وقت میبینیم که ما میگیم آقا ما دوست داریم رفرم بشیم، دقت میکنیم. پس این عقل سالم. اما در مورد جنبندیه که من دارم تو این برنامه، من طرفدار این هستم و پیشنهادم به جامعه و جنبش آزادی خواه اینه که رفرمیزم یه گرایش راسته و جنبش برای آزادی زن باید پیوند بخوره به جنبش برای برابری انسان ها، و جنبش برابری انسان ها لاجرم جنبش ضد سرمایه است. این اون فرمول بندی که به نظر من منطقی به نظر میاد و سایر فرمول بندی ها منطقی نیستن، یعنی دو تا چهار تا تضاد دارن. دوم در مورد این که انقلاب ایران انقلاب زنانه است، من این کلمه رو ابزار فریب مردم ببینم، ابزاری که در واقع زن رو جدا میکنه از ماهیت طبقاتیش، جدا میکنه از گرایش مادی اجتماعی که داره و بهش یه هویت مستقل میده. من مخالف اینم که زن هویتش مستقل از مرده، مخالف اینم که هویت زن خارج از کانتکست طبقه و جامعه طبقاتی امکان داره. جنبش های راست زن به هیچ وجه دنبال انقلاب نیستن. رفرمیست های ایرانی اساسا، فمینیست های ایرانی اساسا رفرمیست هست، اساسا مخالف انقلاب هست و آدرس هاشون معلومه. شما برین تو سایت هاشون، همه طرفدار اینن که جمهوری اسلامی با قول آقای چیز یواش یواش تو سریار یواش یواش بدیم عقب تا یواش یواش بره، اصلا همچه چیزی بودن. اینکه مردم از ناچاری و یا تو حد خودشون یه کارهای روزمره میکنن، اون ربطی نداره به نیاز جامعه به تحول انقلابی. هزار بارم رو سری رو عقب بدی جلو بدی عقب بدی جلو بری، اتفاقا طرفدارای خامنه ای هم رو سرشون میدن عقب. الان که دیدین که یه جنریشن اومده مثلا با مزه است، ما چیز از ماتیکای مادونام بهتر میزنه، بعدم یاد عکس خامنه ای رو میزنه بغلش دیگه. شما به اینا چی میگی؟ و بعد به هر صورت من خلاصه کنم، جنبش برای آزادی زن یه جنبشی که باید پیوند بخوره به جنبش برای برابری انسان ها، و اون جنبش جنبش سوسیالیستیه، جنبشی که نفع نظام سرمایه‌داری رو بخواد. و انقلاب آینده ایران رو اینجوری محقق شده میبینم، یعنی هر قیامی که تو جامعه ایران اتفاق بیفته، حتی سرنگونی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، اگر دنبال پایان جامعه سرمایه‌داری نره شکست خواهد، مثل سایر انقلابایی که تو دنیا شکست خورده. اگر دنبال پایان حکومت مقتدر، حکومت دیکتاتور به هر نامی، چه به نام پرولتاریا، چه به نام آقای رضا پهلوی یا هر کس دیگه، اگه بره، اون هم انقلاب ایران شکست خواهد. انقلاب ایران موقعی پیروز میشه که همه این نیازهای لایه‌های مختلف جامعه پیوند بخوره به پایان نظام سرمایه‌داری و جامعه آزاد و جامعه که بتونه دولت رو ضعیف کنه
و به مردم قدرت اصلی بده. خیلی ممنون. ممنون از شما آقای صالحی. آقای محسن بند، شما اگر نکته‌ای دارین و یا جمع‌بندی صحبتاتون رو می‌خواید ارائه بدین بفرمایید، ولی کوتاه تا آقای محسن بند. صدای منو می‌شنوید؟ بله بله می‌شنوم. بفرمایید اگر نکته‌ای دارین که می‌خواید مطرح کنین یا جمع‌بندی صحبت و نکات برجسته مطالبتون رو می‌خواید ارائه بدین بفرمایید، وقت در اختیار شماست. بله، من معتقدم که بخشی از جامعه زنان ایرانی به شدت جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن و این فقط در زمینه حجاب نیست، در زمینه حق تصدی شغل‌ها و مقامات مختلف، در زمینه طلاق، در زمینه حق مسافرت به خارج جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن و فشار آوردن به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی چند سانتیمتر عقب نشینی کرده در این 14 دهه و من اینو یه موفقیت میدونم که جامعه‌ای ذهنیتش به جایی برسه که فشار رو تا اندازه‌ای بالا برده که به تمسخر جمهوری اسلامی رسیده. در این انتخابات ریاست جمهوری شما میبینید چندین خانم ثبت نام کردن و حتی یکی دو مورد دختران 3 ساله 5 ساله رو بردن ثبت نام کردن. یعنی این پیشرفت زنان ایران رو نشون میده که دارن جمهوری اسلامی رو تمسخر میکنند و این خیلی خوبه و نشون میده که زنها چون بهشون ظلم بیشتری شده در انقلاب بعدی و رویدادهای پس از انقلاب بعدی نقش خیلی بزرگی خواهند داشت و امیدوارم که اینطور باشه. خیلی ممنون از شما. ممنون از دانشتون. ما جا مطرح شد دوستان هر کدوم نظرات خودشون رو ارائه دادن، نقطه نظراتی که با هم مخالف بودن رو دیدیم نشیم به این که بررسی نظرهای مختلف با شما بینندگانی که برنامه ما رو نگاه میکنین و دنبال میکنین. ممنون از تمام شرکت کنندگان این برنامه که وقتتون در اختیار ما گذاشتین و ممنون از تحمل شما بینندگان عزیز که تا الان با ما بودید. روز روزگار خوش.